تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته. الهی انتقدی بالهدا و الهمن تقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشه. از اول که شروع کردیم به جزء 13 سوره ابراهیم علیه السلام آیه 33 رسیدیم. بشنوید. و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم الليل والنهار. آیه قبلم که آیه 32 بود بحث آب بود که ما سر رقم آب در اختیار شما باشیم، آب باران، دریاها و کشتیها، نهرها. خب سخر لكم الفلک لتجری فی البحر، سخر لكم الانهار. اینجا باید میگه سخر لكم الشمس و القمر، خداوند خورشید و ماه را که دائبین از دعبه، که دعبه آل فرعون میگن فلانی دعبشینه، یعنی برنامه‌شینه دائمی. دائبین به قول تفسیر مراغه میگه دائبین فی الحرکه، یعنی در حرکت اینا، یعنی خورشید و ماه که دائما در حرکتن مسخر شما کرد. و سخر لكم اللیل و النهار، و همچنین شب و روز را برای شما مسخر کرد. خب باید ببینیم اینکه خدا میگه خورشید بهتون دادیم، نعمت خورشید رو اصلا ما نمیتونیم درک کنیم. مثلا اگر خورشید نبود چه چیزی رو جای خورشید میذاشتیم برای انرژی؟ تمام نیروگاه‌های بشری یا خراب میشه یا تعطیل میشه یا تعمیر میخواد. نه تعمیر میشه نه تعطیل داره. خورشید دائما نور میده، نور مجانی. ما چیزایی که خدا داده، مثلا همین دیوان آب رو حساب کن، شما یه آب رو ورداری چی جاش میذاری؟ قرآن میگه لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخواه ما با تلخ میکنیم و چه میکنیم؟ شما مادر رو بردار، 100 تا عمه و خاله کار مادر رو میکنن. شیر مادر رو از نوزاد بگیر، تمام دکترهای غذاشناسی جمع شدن از کره زمین، میتونن از ترکیبات شیمیایی و از این مواد طبیعی یه چیز داستن کار شیر مادر رو بکنه. نمیدونی خدا چی کرده، توجه نداره. قرآن میگه و سخر لكم الشمس، نقش خورشید در گیاهان، نقش خورشید در بخار. چقدر خورشید محیط را برای تنفس از زندگی ما کرده، خود نورش برای کشتن میکروب ها یه نقشه. بعد این بخاری که میره آسمان، رفتن بخار به آسمان در سایه تابیدن خورشید یه نقشه. باز این بخارا تبدیل به ابر میشه، بارون، باز بارون در سالم سازی محیط زیست یه نقشه. بازی بارون که نازل میشه این درخت ها سبز میشه، باز این سبزی ها و فضای درخت ها و این اکسیژن سازی گیاهان در فضا. ببین در این خورشید تا مقداری که یه حساب سر انگشتی عوامانه بکنیم، عوامانه 4 بار این خورشید در محیط زیست ما و لطافت محیط زیست ما اثر داره. حرارت و نورش و کشتن میکروب ها 1، بخار را ایجاد بخار از دریاها و اقیانوس ها و رفتن بخارها به بالا 2، نزول با بخارها که ابر میشه و باران میفرسته در لطافت هوا 3، این باران سبزی ها را به وجود میاره، درخت ها و گیاه ها را به وجود میاره و این گیاه ها اکسیژن سازی میکنه 4، اینها همه در راستای منافع بشر آفریده شده. حیفش که خداوند همه چیز رو برای ما آفریده، بریم ما خودمون برای خدا نیستیم. خدا همه چیز رو برای ما آفرید، بریم ما برای خدا نیستیم. قشنگ گفته شاعر که میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری.
میگه همه هستی در راستای منافع تو هست، اما تو در راستای رضای خدا نیستی. خب آیه 33 هم تمام. خدایا ما را از غافلین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.